مردم به چه کارهایی روی آوردند؟ نقشه مردم برای سرکوب رژیم به اجرا درآمده، اما چه نقشه‌ای؟ روی دیگر سکه ی مشکلات معیشتی شیوه پدیده ی طلاق سوری است. روزنامه ی اعتماد نوشت طلاق سوری به شرایطی گفته می شود که زن و شوهر به لحاظ قانونی تمامی مراحل طلاق را طی کرده و نامشان از شناسنامه یکدیگر پاک شده است. اما صرفا در حد ظاهرسازی این اقدام را انجام دادند. و پشت تمامی اقدامات قانونی و کاغذپازی انجام شده نیات دیگری وجود دارد. مهمترین انگیزه های مختلف در طلاق سوری شامل مهاجرت، بهرهمندی از حقوق والدین برای دختران مجرد، اخذ شرایط برای شاغل شدن در مراکز و اداره های دولتی و معاف شدن از سروازی است. در قانون مدنی، و از شروط صحت قراردادهای قانونی این است که قراردادهای منعقد شده سوری و ظاهری نباشند و هر دو طرف از انجام آن قرارداد کاملا رضایت داشته باشند و نیتشان چیزی جز آن قرارداد نباشد از آنجا که برخی موارد طلاقهای سوری با قصد دریافت مستمری والد متوفای بیمه گذار تأمین و اجتماعی انجام می شود طبق فتواهای آیات اوزام، طلاق سوری برای دریافت مستمری کاملا حرام است و اگر سازمان تأمین اجتماعی آگاه شود و اثبات کند میتوانند با آن فرد برخوردهای قانونی داشته باشند اما این روی دیگر سکه مشکلات معیشتی مردم است مردم برای داشتن امرار معاشی ساده و داشتن زندگی عادی دست به چنین اقداماتی میزنند تا شاید کمی باری از مشکلات زندگی از روی دوششان کم شود. بله، شیوه پدیده طلاق سوری شیوه جدید امرار معاش است.